أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض به ما بینهما و ما تحت سرا و این تجهر بالغوله و اینه یعلم سر و اخفا. سوره مبارک طه هم نظیر سوره مبارک مریم در مکه نازل شد و همونطوری که عنایت دارید سوره مکی عناصر محوری اونها اصول دین است، یعنی مسئله توحید، وحی، نبوت، معاد و خطوط کلی اخلاق و فقه مطرح است. خطوط جزئی فقه مثل وجوب روزه، وجوب حج، وجوب خمس مانندان در مدینه آمده، ولی خطوط کلی اخلاق و حقوق فقه در مکه مطرح شد. مطلب مهمی که آغاز سوره مبارکه طه با آنها روبروست این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم حقانیت محض را به خوبی ادراک کرد و اینکه این مردم از حق اعراض کردند و حق را فراموش کردند، از این جهت رنج می‌برند. وظیفه اون حضرت هم بیش از انذار و تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه نفوس چیز دیگر نیست. نه اجباری در کار است و نه قدرت تکوینی. لذا بعد از اینکه این حرف مقطع به نام طه که در باره این طه اقوال متعددی است نظیر سایر حروف مقطعه، برخی ها گفتن این اسم همین سوره است چون که در باره حروف مقطعه دیگر هم مطرح است. برخی ها خواستن بگوین این طه نابارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، چنین که سوره مبارکه یاسین هم همینطور است که یاسین اسم اون حضرت است. برخی ها خواستن بگوین به این که این فعل امر است و مرکب از دو حرف است و مانند دو، که این اثباتش آسان نیست. فرمود ما این قرآن را برای این نازل نکردیم که شما خود را به زحمت بیندازید. بعد از جریان یا ایها المزمل وجود مبارک حضرت در شب زنده‌داری بسیار بر خودشون سخت می‌گرفتند، چون خدای سبحان فرمود نشأه شب غیر از نشأه روز است، از یک نشأه خاصی است. ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا. هم با خدا سخن گفتن در سحر گواراتر و لذیذتر است و هم دلپذیرتر است و هم بی‌مزاحمت‌تر است و مانند آن. نشأه شب مخصوصا سحر خیلی قوی‌تر از نشأه و حیات روز است. ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا. برای اینکه ان لک فی النهار سبحا طویلا، اون اشتغالای فراوان مال روز است ولی شب برای آرامش است. اگر کسی روز را با سرگرمی های باطل و عاطل گذرون، شب هم گرفتار همون سرگرمی هاست، دیگه شبی ندارد. ولی اگر روز مواظب حرف ها و گفتار ها و رفتار های خود بود، شب آرامی دارد. برخی ها نقل کردن طبق همون روایاتی که هست وجود وقتی که پیغمبر در شب زنده‌داری به عبادتها اونقدر ایستاده نماز گذاشت که پاهای مبارکش ورم کرد. برخیایی رو نقل کردن چون که تو بحثای روایی هم هست خواهد آمد. عده گفتن که طعن زنان مکه به حضرت گفتن که تو شقی هستی معاذ الله، برای این که دین رسمی مردم حجاز را پشت سر گذاشتی. آیه نازل شد که خیر، با نزول قرآن تو شقی نخواهی بود. طبق بعضی از آیات دیگر
وجود مبارک پیغمبر بسیار حساس و نگران بود که چرا مردم این حق را نپذیرفتند و دارن کجا می روند. یه بیان نورانی از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه است که فرمود بلیت الناس علینا عظیمه، ابتلای ما با مردم خیلی مهم است. برای اینکه این دعونا هم فهم یجیبونا و این ترکنا هم فهم یهددو به غیرنا، ما اینها رو دعوت میکنیم نمیان، رها کنیم راه غیر از این نیست. این منطق صحیح نیست که بگو این بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. اون بالا اون اواخر امر است، وگرنه ما چرا ببینیم که عده دارن به چاه میفتن؟ برای ما خیلی سخت است بگیم رها کنیم. اگه یه راه دیگری بود عیب نداشت، اما هیچ راهی غیر از این نیست. لذا بلیت الناس علینا عظیمه. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین راه را داشت و بسیار نگران بود. اون چه در سوره مبارکه کهف قبلا بحثش گذشت، آیه 6 سوره کهف ناظر به همین است. همون فلعلک باخ اون نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. بسیار متاسفی، بسیار متاثری، مثل اینکه داری جانت را نثار میکنی که اینا قبول نکردن. خب قبول نکردن نکردن، تو تکلیفت انجام دادی. لذا با این آیه 6 سوره مبارکه کهف و همچنین با آیه سوره مبارکه شعرا هم هماهنگ است. در سوره مبارکه شعرا آیه 3 به این صورت آمده است که لعلک باخ اون نفسکه الله یکونو مؤمنین. بخ نفسهو یعنی جانش داد، داری جانت میدی قالب توهی میکنی که اینا قبول نکردن. خب نکردن نکردن، تو وظیفت بیش از این نیست. در بخش از آیات فرمود که سلطه تکوینی که دلهای اینها را مسخر کند در اختیار تو نیست. لست علیهم به مسیطر. یک، انک لا تهدی من احببت. دو، این گونه از آیات ناظر به آن است که تو مغلب القلوب نیستی، دلها را بخواد گرایش بدی مقدور نیست. لکن الله یهدی من یشا، مغلب القلوب خداست. پس تو اگر بخواهی با سلطه و سیطره و فشار مردم را به دین دعوت کنی، لا اکراه فی الدین، بخواهی تکوینن دلهای مردم را به دین متوجه کنی، لست علیهم به مسیطر. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. بیش از اینم تکلیف تو نیست، به خودتم رنگ نده و غصه نخور. اگر بنا باشد کسی مسیطره بر دلها باشد و رو اون سیطره و سلطنت دلها را متوجه مکتب کند، اون خداست. خدا هم برابر با حکمت کار بکند. هیچ چیزی مسیر اراده خدا را از حکمت تغییر نمیدهد. این دعای نورانی امام سجاد سلام الله علیه قبلا هم خونده شد که در صحیفه سجادیه این جمله هست که یا من لا تبدل حکمت الوسائل. خدایا گرچه تو فرمودی وابتغوا الیه الوسیله، گرچه عبادت ها نماز روزه حج توسط ولایت اهل بیت علیهم السلام همه اینها وسیله است، گرچه ما به همه اینها بخواهیم متوسل بشیم که توی کاری بکنی برخلاف حکمت، این چنین نخواهد بود. با هیچ وسیله نمی شود مسیر حکمت خدا را تغییر داد. یا من لا تبدل و حکمت الوسائل. حالا که این چنین است، مشیعت خدا حکیمان است، او یهدی من یشا. چه کسی را با چه گرایشی خدا به دین هدایت کند مطلب دیگه است. پس به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود در مسئله نماز شب و عبادت های دیگر اعتدال را رعایت کن. در مسئله هدایت مردم نه سلطه تکوینی داری که دلها را متوجه کنی و نه اجباری در کار است که مردم را به جبر به دین بکشانی.
مردم آزادانه باید دین رو قبول کنن. تو هم وظیفت بیش از تذکره و بیش از تعلیم کتاب و حکمت، بیش از تزکیه نفوس چیز دیگر نیست. من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. پس ما انزلنا علیک القرآن لتشقی طبق این سه وجه. یکی نفی حرف مشرکان حجاز بود که میگفتن معاذالله این شقی شد چون دین رسمی حجاز را رها کرد. یکم برابر روایات عبادت‌های فراوانی حضرت داشت، بر خودش سختی تحمیل میکرد، آیه نازل شد که این کار را نکن. یکی نگرانی حضرت بود از بی ایمانی مردم، ذات اقدس اله تسلی داد که همین که گفتی بیش از این دیگه وظیفه نداری و رنجم نبر. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. بله دیگه، همین لعلک باخ اون نفسک همینه. این دعایی که یکی در سوره کهف است یکی در سوره شعرا همینه، بخ نفسهو همینه. بعد چوبانی رنج است، خود شقیه یعنی رنج داد، این شقاست یعنی رنج، نه یعنی شقاوت در برابر سعادت و نگون بختی. خود به زحمت ننداز، اون مشقت مضاعف است، شقه این شقیه است، ولی این شقیه یعنی رنج اصولا. و اگر شقی را شقی گفتن برای اینکه خودش به رنج می اندازد، نه یعنی بدبخت. خب برای اینکه انسان دلش میخواد هر نوعش در رنج نباشد دیگر. حیفه که انسان ببینید دیگری در زحمت است و نگران نباشد. معنای رحمتون للعالمین همینه، رحیم بودن و رؤوف بودن نسبت به کفارم همچون وگرنه حضرت که رحیم نسبت به مؤمنین نبود، گرچه مؤمنین از رحمت او لذت برن، ولی ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. خاصیت رحمتون للعالمین همینه دیگه. خب عزیز علیه ما انتو، شما در انت و سختی و رنج بیفتید و بر پیغمبر گران است. یک تو بخش پایانی سوره مبارکه توبه همین بود دیگر، در اونجا فرمود به این که وجود مبارکه پیغمبر بالمؤمنین رؤوف رحیم، این دو اسم از اسمای حسنای ذات اقدس اله را خدای سبحان در باره پیغمبر به کار برد. آیه 128 سوره مبارکه توبه این است: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم، یعنی اونجی که شما در رنج و تلاش و کوشش قرار بگیرید به سختی بیفتید بر پیغمبر گران است. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، گرچه رحمت رحمانیه او رحمت للعالمین است، اما رحمت رحیمیه او مخصوص مؤمنین است. این دو اسم از اسمای حسنای خدای سبحان است که جوشن کبیر و غیر جوشن کبیر ملازم فرمید. خدای سبحان این دو اسم را که از اسمای فعلیه اوست به خلیفه تامش که وجود مبارک پیغمبر است اسناد داد، تمود بالمؤمنین رؤوف رحیم. خب پس او حریص است، عزیز علیه ما انتم، و در رنج است اگر چون که مؤمنین به شاه بیفتن، مسلمان ها به انسان ها به شاه بیفتن. خاصیت رحمتون للعالمینی همینه. اگر او برای مؤمنین رؤوف و رحیم بود بالخصوص، یا رحمت منحصر برای مؤمنین بود، دیگه نسبت به کفار این همه رنج رو نمی بود. خب بنابراین طبق این سرش می تواند این آیه معنا بشود که ما این رو کتاب نفرستادیم که تو در زحمت بیفتی، این تذکر است. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، یعنی به زحمت بیفتی. پس این کتاب برای چیست؟ که این شبیه استثناء منقطع است، الا تذکرتا لمن یخشا. قرآن ذکرا للبشر است، این ذکرا للبشر برای آن است که خدای سبحان بشر را بدون دلمایه و سرمایه خلق نکرد. اینطور نیست که انسان همونطوری که از علوم حوزوی و دانشگاهی این علوم حصولی توهی بود و خلق شد، از اون علوم الهامی و فطری هم توهی بوده
و لوح نانوشته خدا به او داده. درست در سوره مبارکه نحل چین که گذشت فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، ولی تو سوره مبارکه شمس اینا فرمود به نفس به ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. یا در آیه 30 سوره مبارکه روم فرمود به این که فطرت الله التی فطر الناس علیها. پس در درون انسان این معارف هست و انبیارم فرستاده که اینجا درون شناسی کنند و این زمینه ها را شناسایی کنند و کندوکاف کنند و یسیر لهم دفاع ما رو. حالا در درون همه انسان ها یکسان نیست، ولی گوهر گرانبها هست. الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، مرام کلینی این حدیث نورانی را در جلد 8 کافی نقل کرد، یعنی روزه کافی. بلاخره هر کسی یه سرمایه دارد، حالا یا طلا یا نقره. این چی نیست که خدای کسی رو با سوال سنگ خلق کرده باشد. الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، این معادن را انبیا شناسایی میکنن و یسیر الهم دفاع این العقوب. از کسی که معدن ذهب دارد به اندازه ذهب توقع دارند، از کسی که معدن نقره دارد به اندازه نقره توقع دارند. ولی بالاخره سرمایه هست. اگر انسان بی سرمایه بود، سکولار بود به اصطلاح، بی تفاوت بود، اون وقت تذکره معنا نداشت. تذکره معنیش اینه که ما قبلا به شما گفتیم، فعلا یادتون نیست. الان انبیا را فرستادیم برای یادآوری. گرچه تعلیم و تزکیه در عبارت ها آمده، ولی ریشه همه اینا همون تذکره است. لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. در سوره مبارکه قمر که ترجیبندش این آیه است، یعنی آیا کسی هست که به یادش بیاد ما قبلا چی به او گفتیم؟ خب اگر ذکر للبشر است، تذکره للبشر است، نه تذکرت لمن یخشا. لکن همونطوری که در سوره مبارکه بقره فرمود هدن للناس و در آغازش فرمود هدن للمتقین، جمع بین اینها این بود که خدا برای همه مردم قرآن را فرستاده ولی متقیان بهره میبرند. قرآن تذکره برای بشر است، برای کسی که اهل خشیت است استفاده میکند. این طور نیست که قرآن تذکره باشد، فقط تذکره باشد برای کسی که اهل خشیت است. مشابه این تو سوره مبارکه یاسین هم هست، آیه 11 سوره مبارکه یاسین اینه: انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. در حالی که تنذر به قوم لدا هستی در پایان سوره مبارکه مریم بود گذشت. نذیرن للبشر هست که در آیات دیگه است. اگر نذیرن للبشر هست دیگه اختصاصی ندارد به انما تنذر من اتبع الذکر. لکن کسی که پیرو به یاد الهی است او بهره میبرد. از این جهت فرمود انما تنذر من اتبع الذکر. کسی که اهل خشیت هست استفاده میکند. اینجا هم فرمود الا تذکرتن لمن یخشا، وگرنه این تذکره است برای همه انسان ها. غرض این است که ما به یادمون می آید اینا که اهل جرمن وقتی چند سباهی جا در ندامتگاه بدن کم کم به یادشون می آید که بد کردن، و از درون یک کسی هست که اداره سرزنش میکند که از او به نفس لوامه یاد می شود. اگر چون که در درون انسان یک کسی نباشه، به یه آگاهی نداشته باشه، که ملامت نمی کنه آدم رو که. پس بنابراین ما مسبوقی به معارفیم و عنایت قرآن کریم این است که از اعراض به نسیان و از نسیانم به تذکره، این دو مرتبه پرده پوشی خداست. نفرمود به این که اینها اعراض کردن، نفرمود به این که یادشون رفته، فرمود تذکره بده. این تذکره مال آدم ناسیست. یک، منشأ نسیانم اعراض و بی‌اعتنایی به وحی است. این دو، از اون دو هیچ سخنی نیاورده، پرده رو پرده پوشونده، فرمود تذکره است. خب اگر چون که انسان اهل غفلت نباشه یا یادشه، حالا اگر یه وقتی
فشار کار یا ضرورت ها او رو باز محکوم به نسیان کرده، باز قابل بخششه. اما اگر در اثر اخلد الی الارض یا استاقلتم الی الارض شو، این دیگه اعراض است. فاعرض عن من تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا. اونا که لم يرد الا الحیات الدنیا، اونا با سوء اعراضشون از قیامت بریدن. پس اول اعراض کردن، این اعراض منشأ نسیان شده، این ناسیان را یادآوری کن. ولی ذات اقدس اله از اونها هیچ نام نمیبرد مگر کسانی که اعراض نکردند. ولی اشتغالات دنیا، کارهای مباح و سرگرمی‌های عادی، اینا را از اون مقصد و راه باز داشت و یادآوری بکن. شما این بیان رو در سخنان نورانی استعمی سلام الله علیه می‌بینید. بعضی از کلمات رو خب سال یک بار یا مثلا گاهی عمر یک بار مثلا می‌فرمود. بعضی از کلمات هر شب بعد از نماز عشاء وقتی می‌خواست نماز گذار متفرق بشن می‌فرمود. هر شب وجود مبارک استعمی بعد از نماز عشاء که نماز جماعت تمام می‌شد مردم می‌خواستن برن، می‌فرمود تجهز و رحمکم الله، آیون ساقاتون رو ببندید، باراتون رو ببندید، این آیون باراتون رو ببندید، ساقاتون رو ببندید، وصیتاتون رو آماده کنید، رو هر شب می‌فرمود. برای اینکه یه چیزی نیست که انسان بگه خب دیشب گفتی چرا امشب میگی. تعلیم با تکرار ملال‌آور است، اما تذکره با تکرار ملال‌آور نیست. سرش اینه که اون عوامل نسیان مکرر به گوش آدم میخونن، دیر گوش آدم میخونن. اونا که انسان را فراموش میدهند و به دنیا سرگرم میکنن، مگر یک بار دوبار میگن. هرچه ما دیدیم دلمون میخواد، هرچه شنیدیم دلمون میخواد، هرچه لذت بردیم دلمون میخواد. این وساوس 10 بار یا 100 بار است، اون تذکره هر شب است. اگر هر چیزی را دیدیم نخواستیم، هر چیزی را شنیدیم نخواستیم، از هر چیزی لذت نبردیم، یه بار برای ما گفتن کافی است. اما چون از این طرف وساوس زیاد است و مکرر است، تذکره هم با زیاد باشه. اینه که تو مجالس، تو سخنرانی ها، تو مواعظ ذکر می شود، تکرار اینها نعمت است. این سخن علمی یا درس نیست. انسان وقتی که در حوزه یا دانشگاه درس میکنه، استاد یه مطلبی رو که دیروز گفته، حد اکثر انسان یه روز یه بار تکرارش تحمل کنه، بعد دیگه تحمل نمیکنه. اما مسیحت و موعظه و اندر، چون هر لحظه خطر و وسوسه هست، هر روز نافعه. لذا وجود بارک هست امیر هر شب بعد از نماز عشاء میفرمود تجهز و رحمکم الله، آیون باراتون رو ببندید. برابری تذکره برای همه است، منتهی لمن یخشا برای اینکه اینا استفاده میکنند. خب بعد تلیعه امر برای تسبیق تکوین و تشریع میفرمود به اینکه عالم را خدا خلق کرد، انسان را خدا خلق کرد، پیوند انسان و عالم را خدا تنظیم کرد، این مثلث کار اوست. خب اگر این مثلث کار اوست، به انسان نباید بگه چی کار بکن، خودت را در چرا صرف بکن، رابطه خودت را با عالم چگونه بکن، در باره عالم چگونه تصمیم بگیر. این باید باشد تنزیلا از کسی که ارض و سما را خلق کرد. خب بالاخره انسان یه تافته جدا بافته که نیست. یه وقت هست میگن که حالا ما چرا گناه کردیم روزی ما کم میشه، یا چطور ما اگر مؤمن بودیم درهای رحمت باز میشه. اینا خیال میکنن به اینکه انسان جدای از جهان است و هیچ ارتباطی با جهان ندارد، در حالی که لحظه به لحظه حوادث جهان در انسان اثر میگذارد، لحظه به لحظه کارهای انسان در جهان اثر میگذارد. اگر هوا سرد شد، اگر هوا گرم شد، فصول مختلف پدید آمد، در انسان اثر می‌گذارد. ایمان و کفر انسان هم در جهان اثر می‌گذارد. رفتار انسان هم در جهان اثر می‌گذارد. تو به ظلم من الذین کذا و کذا. فهمید به این که اگر این چنین باشد، چون اینها اهل طغیان و معصیت بودند، ما فیض از اینها گرفتیم، رحمت از اینها گرفتیم.
این بارون که میاد اگر به خدا ببیند این مردم لایق نیستن، بین با دستور بدین ابرها را ببر جایی که اینا استفاده نکنن، یا دریاها بریز یا تو صحرای سرزمین کبیر بریز. کجا ببارست رو ما باید بگیم. اگر این مردم قابل بودن لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء، اگر لایق نبودن جای دیگه میبریم. پس بین انسان و حوادث یه رابطه تنگاتنگ است. خدا غریق رحمت کنه، این از بزرگترین حکمای ماشی است، ابن سینا. ایشون فرمود مبادا فریب این روشن فکرها رو بخوری، مبادا بگی نماز باران چه اثر دارد، بگی مبادا این حرفا رو بزنی، بگی نماز باران چه اثر دارد، ما نماز بخونیم یا باران دعا بکنیم باران بیاد چیه. این حرفا رو رها کن. اکثر اون چه که مردم میگن ریشه علمی دارد. انبیا بر اثر اون رابطه تکوینی که بین کار انسان و حوادث روزگار است دستور دادن دعا بکنید، استسقا بکنید، نماز باران بخونید. بعد میفرماید من یه رساله‌ای در این زمینه نوشتم گذشته از اون چه که در اینجا گفتم. خب پس بنابراین بین انسان و جهان یه رابطه تنگاتنگیه. تو بعضی از بحثات دیگه است که فلا توجب که اموالهم ولا اولادهم، شما بینید دفعتا 200,000 نفر 300,000 نفر میرن زیر آوار، دیگه نمیدید این مشکل چیه که، یا فرونجا جنگ است، یا فرونجا اختلاف است، یا فرونجا ریزش است. فرمود فلا توجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا. فرمود جریان قارون را شما همین یه لحظه نبینید که فخرجه علا قومهی فی زینته. یه دو گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اما قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیرون. هرگز شما این مقتر نبینید. فرمود با اینها رو یه جنگ جهانی اول پیش میاد، یه جنگ جهانی دوم پیش میاد، همین را خاک میکنه. ما نمید غافلیم. این تذکره برای همینه. هرگز تو روایات امام است که هیچ حیوانی در حال ذکر تیر نمی خورد و شکار صیاد نمی شود. هر حیوانی وقتی غافل از یاد خدا و نام خدا شد گرفتار صید شکار صیاد می شود. این طوره. خب بنابراین چون کسی که زمین را خلق کرد، آسمانها را خلق کرد، انسان را آفرید، رابطه انسان و عالم تنظیم کرد، او باید این قانون رو بدهد. بارها این مثال گفته شد. بالاخره اینایی که این تلویزیون اختراع کردن، رادیو اختراع کردن، یخچال اختراع کردن، یه دفترچه راهنمایی فرستادن دیگر. خدای سبحان این مثلث رو خلق کرده. این کتاب دفترچه راهنماست که با آسمان چی رفتار کنید. حالا رفتید آسمان، تو کره مریخ پیاده شدید، اونجا قانون چیه؟ هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. همین خطوط کلی اونجا هم باید پیاده بشه. مبادا بگید آسمان خودش خلق شده، زمین خودش خلق شده، بشر خودش خلق شده. او این مثلث را آفرید، بعد یه دفترچه راهنمای فرستاد که آسمان اینه، زمین اینه، رابطه انسان و آسمان اینه، رابطه انسان با خودش اینه، رابطه انسان با دیگران اینه. همین تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا. خب فرمان روای این کل کیه؟ الرحمن است. چون این مشرکین الرحمن را قبول داشتن، فرمان همون کسی که خلق کرد. شما این وساطت بذارید کنار، این بت‌ها را اینها را بذارید کنار، اینا هم بردگان الهی، هم بندگان خدا، از اینا کاری ساخته نیست. اون که این عالم را آفرید همون می پروراند. این چنین نیست که پروردگار غیر از آفریدگار باشد. چند تا برهان در قرآن کریم تا کنون ارائه شد که همون که آفریدگار است باید پروردگار باشد، یعنی همون که خالق است باید رب باشد. لذا به عنوان جدال احسن اول از اینها اقرار میگیره که خالق چیه؟ لئن سألتم من خلق السماوات والارض چی جواب میده؟ لیقولون الله. بعد میفرماید هر کی خالق است رب است. چرا؟ برای دو تا برهانی که قبلا بحثش گذاشت. چون هر ربوبیتی به خلقت برمیگرده. رب مضاعف است. اون مالک مدبر رو میگن رب، نه مربی که بشه ناقص.
لازمه تربیب، لازمه ربوبیت تربیت است. اون رب که مالک است و مدبر است و مربب، مربی هم خواهد بود. این که مربی هست، مربب هست، تدبیر میکنه، چه میکنه؟ رابطه ما با خودمون را فیضی به ما عطا میکند، صفتی به ما عطا میکند که اینو همه وجودی دیگه. اگر کسی خواست یک درختی را بپروراند یک چیزی بو عطا میکند. درست است که کانه ناقصه است، اما کانه ناقصه یه فیضی، یه وصفی به موصوف میدهد، این میشه خلقت. پس کل ربوبیت ترجع الی الخلقه. برهان ثانی این است که حالا ای کسی خواست بشر را بپروراند، اگر از آفرینش بشر بی خبر باشد چگونه او را میپروراند؟ چگونه میدونه سعادت او چیه؟ چگونه میدونه شقاوت او چیه تو امر و نهی کنه؟ چون پرورش متوقف بر علم است و علم فقط مال خالق است، با این حد وسط تنها رب هم خالق خواهد بود. لذا با این جدال احسن اول از اینا اقرار گرفته که کی خالق است؟ گفتن خدا. خب همونی که خالق است طبق این دو دلیل هم او باید رب باشد. و تنها کسی که روی عرش فرمان روایی در کار عالم نشسته است خداست. همون الرحمانی که شما قبول دارید، او علل عرش استقر و استوا و حکم و خلق و رب و مانندان. او مستوی بر عرش است، او فرمان روای مطلق است. عرش هم به معنای تخت و امثال داره که نیست. خب پس تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا الرحمن علل عرش استوا، او خلق است که کانه تام است. این لهو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثرا، که مالکیت و کانه ناقصه و ربوبیت برمیگرده. او هست، اصل هستی رو داد، میشه آفریدگار. پرورش این هستی ها و هست ها به عهده اوست، میشه پروردگار، او میشه آفریدگار. شما را او آفرید، میشه خالق. شما را باید بپروراند، میشه رب. پرورش انسان متفکر عاقل مختار به وحی و علم دیگه. انسان که موجود متفکر به مختار است، تنها راه پرورش او علم اختیار است. چیزهای را به او یاد بدن، او با اختیار خود بپذیرد و باور کند و عمل کند. اگر مجبور بود دیگه کمال نیست، اگر جاهل بود به کمال نمیرسه. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما. گاهی در قرآن کریم سخن از ارض و سماست، ما بینهما را ذکر نمی کند، ما تحت الثرا را ذکر نمی کند. این منظور مجموعه عالم آفرینش. نظیر که در آیه قال فرمود ممن خلق الارض و السماوات الاولا، اونجا که فرمود خلق الارض و السماوات الاولا یعنی مجموعه نظام کیهانی. در مقام پرورش این مجموعه دو بعدی را با چهار بعد ذکر کرده. گاهی ببینید بگیم که رب السماوات اسب و الارضین اسب ما فیهن و بینهن، گاهی از مجموعه نظام هستی به سماوات و ارض یاد می‌شود، گاهی ما فیهن ما بینهن ما فوقهن ما تحتهن را کنارش اضافه می‌کنند. در این آیه ششم اون اجمالی که بود به صورت تفصیل آمده، اون مربوط به خلقت بود، این مربوط به مالکیت و تدبیر و ربوبیت است. تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا، یعنی ما فی الارض و ما فی السماوات، ما فوق الارض ما تحت الارض، ما فی السماوات ما تحت السماوات. اما در آیه ششم که مسئله مالکیت و ربوبیت است، همین این دو بعد را به چهار بعد تفصیل داده. قبول لهو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثرا. اون چی که شما الان وقتی که بارها هم برسو رسید، کسی که وارد کره قمر شد
زمین بالا سرشه، این طوری که سر خم بکنه زمین ببینه، که کسی که کره قمر رفته بخواد زمین رو ببینه سر بلند بکنه تا زمین ببینه. این کرات بعضها فوق بعض تو این فضای باز معلقه، هر جا هم که بری کره مریخ هم که رفته بر فرض بخواد زمین ببینه سر خم نمی کنه، با سر بالا بکنه تا زمین ببینه. این تو نیست که اگر بالاترین کوکب را هم تسخیر بکنه وقتی بخواد زمین ببینه سر خم بکنه. اونجا هم وقتی که چون کرات بعضها فوق بعض تو فضا معلقه هم اونجا با سر بالا میکنه تا زمین ببینه. این مجموعه مال اوست. خب انسان اگر جزء این مجموعه است و باید بداند بین که چگونه این مسیر را ادامه بدهد که به چاه نیفتد، چگونه از موجودات استفاده کند که بی راه نرود راه کسی رو نبنده، یا راه نما میخواد دیگر. اما این تذکر تنزیل نیست از طرف کسی که خالق کل است. انسان را خالق او باید بپروراند و خالق انسان با خالق عالم یکیست. این تذکر از ناحیه کسی است که خلق الارض و السماوات الاولى الرحمن و العرش استوى له ما في السماوات ما في الارض ما بينهما ما تحت الثرى الحمد لله رب العالمين.